درست است ما با مثلا موارد با صوفی ها اختلاف داریم، موارد با یکی از حنفی های متعصب اختلاف داریم، یکی مثلا با تحریری ها اختلاف داریم، اما وقتی که گپ غرب می آید ده اینجا باز دامی مسائل اختلافی پیچیدن خطا هست. ده اینجا باید در مقابل غرب چی باشیم؟ به عنوان یک مشت واحد باشیم. و اگر ما در هنگامی که در مقابل غرب قرار داریم باز دامی اختلافات فرعی بین خود مصروف میشیم، ای دیوانگی ما هست. اینمی نکته نکته اساسی است که مسلمان ها باید داشته باشن. و من مطمئنم اگر جریانات اسلامی همشان، یک شنه نمیگم همهشان، اگر جریانات اسلامی اینی نکته را درک کنن و این نکته را رعایت بکنن، برنامه های دشمن بسیار زود خونسا میشن. مثلا شما فکر بکنین اخوان المسلمین یک قدرت است فعلا در جهان اسلام، در بین مسلمان ها. این آدم فراموش نمیتونه بکنه میلیون ها انسان پیرو داره، تهدید هم رقم، حتی امی تبلیغی ما شما هم رقم، جریانات جهادی هم رقم، جریانات سیاسی هم رقم. شما فکر بکنین یک بار اگر کلی نمی جریانات با اینمی قوت بزرگی که دارن در مقابل دشمن خود صف واحد تشکیل بدن، آیا دشمن کاری کرده میتونه؟ واقعیت گپ نیست که کاری کردن نمیتونه. اگر شما فکر بکنین یک تحریری، یک اخوانی، یک صوفی، یک سلفی، نفهم یک چی، همه در مقابل دشمن صف واحد تشکیل بدن، دشمن شکست میخوره. ما بیشتر اما قدر موارد، اما قدر قاطعیتی که در بین اختلافات داخلی خود داریم در مقابل دشمن مشترک خود نداریم. اینی سادگی ما هست و مسلمان ساده نباید باشه. متوجه شدین؟ ما باید تشخیص بدیم. یکی میدان جنگ است با کافر متجاوز حربی، یکی اختلافات فکری است در بین خود جریانات اسلامی. متوجه شدین که اصلی است که اینا هم مسلمانه. هیچ کس نمیتونه به صورت کلی بیایه مثلا تحریریا رو تکفیر بکنه، هیچ کس نمیتونه به صورت کلی بیایه اخوانا تکفیر بکنه، هیچ کس نمیتونه به صورت کلی بیایه مثلا صوفیا رو تکفیر بکنه. اگر کسی کارو میکنه غلط میکنه. دقت کنید، هیچ کس نمیتونه مثلا بیا پیروان مذاهب فقهی رو تکفیر بکنه. اگر کسی کارو میکنه شرعا کار غلطی میکنه. همه مسلمانان با اختلافات مختلفی که در بین خود داره. خب اگر ما با اختلافات داخلی خود یک جای برابر شد، بحث خود میکنیم، نظر خود میتیم، نظر از هم نشنیم، اما در مقابل دشمن خود باید چی باشیم؟ صف واحد باشیم. یعنی یک سلفی در مقابل غربی باید از یک صوفی بسیار جدی حمایت بکنه. توجه منظور ما هستین؟ یک صوفی در مقابل غرب از یک سلفی بسیار جدی باید دفاع بکنه، یک تحریری از یک اخوانی، یک اخوانی از یک تحریری. زمانی که ما این ذهنیت را داشتیم اینی نکته برد ما هست. اما ما فعلا چی رقم هستیم؟ غرب مانده تا قبالا صوفی در کلی سلفی میزنه، سلفی در کلی صوفی میزنه، حنفی در کلی چی میزنه؟ تحریری میزنه، تحریری. اینی خطا هست. یعنی ایست که ما وضعیت موجود خود را درک نمی کنیم، وضعیت موجود خود را درک نمی کنیم. به همین خاطر زمانی که یک نفر این اختلافات فکری را نادیده بگیره و در پهلوی یک برادری که از لحاظ فکری با او اختلاف داره در مقابل دشمن قرار بگیره، این انسان زیرک است و اولویت های دینی را درست شناخته. متوجه شدین؟ اولویت های دینی را درست شناخته. اما اگر اون طرف دشمن او را میزنه، مرمی دشمن میاد در پیشانی از این میخوره، این دیگه متوجه نیست که او را بزنه. میگه باش دیگه، من این صوفیگه که دیگه، این صوفیگه که ماشه دیگه. این ذهنیت داشت، این برداشتش خطا است. این به معنای از این است که اگر در بین یک جریان یکی اختلافات موجود است، یکی انحرافات است که به حد کفر و شرک رسیده، این به معنای از این است که ما او انحرافات را که به حد کفر و شرک در میان جریانات اسلامی رسیده اونها را تایید بکنیم؟ به هیچ وجه نه. دقت کردین، این به معنای تایید او انحرافات نیست. این به معنای از این است که ما بگیم خیر دیگه تو علاقه شرک هم کردی خیره بیا اتو نه برادر مسلمان مسیح اتو نیست. منظور ما است که در عموم مواردی که گپ در حد کفر و شرک نیست، متوجه شدین؟ منظور ما او اختلافات است که در حد کفر و شرک نرسیده. وقتی با یک جریان تا این حد اختلاف نداریم چی باید بکنیم؟ باید با این صف واحد را تشکیل بدیم در مقابل دشمن مشترک. این هم یک نظام، مثلا یک نظر آیدئال است که کاش که کل ما در یک نظر جمع شویم، کاش که یک باشه. مثلا سلفی ها میگن کلگی ما شما سلفی شویم، اما تو بگن نه کلشان دست دارن. اخوانی ها میگن کاش کل ما شما چی شویم؟ اخوانی شویم. صوفی ها میگن این که کاش که شویم که نمیشیم، این ممکن نیست. متوجه شدین؟ یعنی یک نفر اگه خواسته باشه روزی به اینمی هدف میرسه، معقول نیست تا قیامت اختلافات باقی میمونه. خب مهم چیز، مهم است که این اختلافات موجود در میان جریانات اسلامی که به حد کفر و شرک نمیرسه، این اختلافات باید مانع ما نشه برای موقف گرفتن در مقابل دشمن مشترک ما که همه ما رو میزنه.
او بازیگر نمیبینه که باشی سلفی سید دیره دیر میاد صوفی است. امی که در مقابلش قرار داشتی صوفی هم باشی میزنید، سلفی هم باشی میزنید، تحریری هم باشی میزنید، اخوانی هم هر چی که باشی میزنید. دقت کردین؟ مهم است که با در مقابل دشمن مشترک خود این اختلافات اجتهادی و برداشتی را باز علم نکنیم، بلکه در مقابل دشمن مشترک این اختلافات اجتهادی را کنار بگذاریم و یک دست واحد تشکیل بدیم. متوجه منظورم شدین؟ این چیز است که مسلمان ها باید به عنوان یک اولویت اصلی بدانن، و اگر مسلمان ها این نکته را درک نکنن و بیشتر در اختلافات فروعی و اجتهادی و برداشتی خود مصروف باشن و از طرف دیگر دشمن هر کدام از اینها را به نوبه خود قد کرده بره، این سادگی مسلمان ها هست و مسلمان ها بعد از این سادگی چی بکنن؟ نجات پیدا بکنن. الله متعال بر همه ما شما یک بینش کاملتر را نصیب بکنه. سبحانک اللهم ربنا و بحمدک